آزیم. خدایا با امید تو نه با امید خلق روزگار، من آیا اکبرها زله شدم از دست تو. یه ماز تو اومدی اینجا و این یک ماه به قدر 10 سال شاید 50 سال عمر ما تو ما رو ناراحت کردی، اذیتمون کردی. هر چی هم بهت میگم بابا این کارا خوب نیست، رفتن در خونه همسایه رو زدن، تو کوچه ها رو دیوار مردم چیز نوشتن، همه اینها بده، چرا رفتی انجام دادی؟ بابا من نرفتم، من سرما خورده بودم، نرم ورو ورشه بود، جلو پامو یک کفشامو قایم کرده بود، نمیذاشت من برم بیرون. به نرم اصرار کردم، ننه جون من رو برم پیش کفخدا، کفخدا میاد ورسه به ما درس یاد میده، من هستم رجب هست، دوتای مو میشین با هم درس بخونیم. شما بخواهد من رو هرشتم نوشتم در خونه های مردم رو زدم یا رو دیوار های مردم چیز نوشتم، شما هرچی گفتی من شنیدم دیگه. من میخوام چرا همسایه پس میاد به من میگه که این پسر هر جلوشو بگیر؟ چرا میاد میگه که در خونه های ما رو میزنه و فرار میکنه؟ چرا میاد میگه دیواره خونه ما رو مینویسه و سیاه میکنه و فرار میکنه؟ خب به من چه، شاید درومه، حالا دروگوی همسایه. همسایه که دروگو نیستشه، تو لابود میکنی و اشتباها فراموش میکنی حرکات زشت خودت رو و رفتار بد خودت رو از ذهن دور میکنی، یعنی خیال میکنی که این کارا خوبه. در صورت که رجب رو نگاه کن، با تو هم پسر چه میگونه؟ 2 ساعت 3 ساعت رفتان خریدمش با من باشه. نه از زر ما 5 زرم پولشو دادم. و مثل موتورسیکلت زر میزنه میره. یه 5 زرم که خود از این خریدم، 5 زرم زدم که تیکمون خریدم، گونجیشو رو دادم قشنگ اسایی قشنگندو در رو کنم بخوره تو مغزش. ببنم بگن ننه سکینه آبگوش درست کنیم بخوریم، کله هاشو بشکنیم بکوبیم لهش کنیم و هر بعدش کنیم بخوریم. صحبت نفهم اینا چی چیه؟ یه بیادب بچه محصل، بچه دستخون، بچه که بس بزرم چی جورم بیتر میاد بعد اینا رو برای چی رو بردی تو کار؟ نرخه رو خلیدم بازی کنم بدم یادو بدم من به نهم میگم اینقدر میزیم سر سیبیلاتو میکنیم. بی طبیعت، بی ادب، چه صحبت نفر خبیجو. خفه بشم بایی تو نگفتی حرف بعد نزن. چرا با من گفتی خفه شو؟ خودت خفه بشو، اون سیبیلات خفه بشه، اون هنجرت خفه بشه. عصبانی میکنی اکبر جون، معذرت میخوام، ببخشید. من البته در مقابل حرکات بد و رفتار تو معذرت نباید بخوام، ولی از اونجایی که منو مجبور کردی به حرف زشت زدن جدان متأثر شدم و متنفر شدم از خودم. ببین آقای اکبر، کسی که میگه من معلمم، نام معلم بر روی خودش میذاره، باید حواسش جمع شه، برای بچه شخصیت و کاخ شخصیتی بسازه تا کسی نتونه خدای نکرده به اون کاخ شخصیتی لطمه بزنه. البته بچه ها باید خودشون مؤدب باشن، بچه ها باید منظم باشن، بچه ها باید مرتب باشن، بچه ها باید پاکیزه باشن، بچه ها باید نظافت کرد، ولی این دستور اسلام است که نظافت باید داشته باشین تا ایمان داشته باشین، نظافت رو مراعات بکنن. یعنی در هر کجا، کلاس،
مدرسه، حیات مدرسه، بیرون، خیابون، کوچه، بازار، همه جا باید نظافت رو مراعات بکنن و اون وظیفه انسانی خودشونم عمل بکنن. و معلمم وظیفه داره. ببین میگه آموزگار گرچه خداوندگار نیست، بعد از خدای برتر از آموزگار نیست. ببین چقدر مقام آموزگار، مقام معلم بالا 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 بالا، یعنی اونجاییست که انشاءالله بیاری امام زمان افرادی که سرنوشت بچه های مردم رو در دست میگیرن، بیاری امام زمان انشاءالله دارای اون ایمان و دارای روش و رفتار انسانی و عاطفی باشن. بچه های احتیاج به محبت دارن. به قول اون عارف سبزواری، حکیم سبزواری، حاج ملادی سبزواری میفرماید که عجب سرزمینی است کاخ محبت، گدایی اگر رفت شاهی براید. اینقدر بالاست، اینقدر محبت ارزش داره، اینقدر محبت یعنی قیمتی نمیتونیم ما بذاریم رو محبت. خیلی خوب، منم از شما معذرت میخوام. هر چی شما گفتی، هر حرفی زدم به شما، هر چی شما گفتی گوش میدم، هر حرفی هم زدم شما انشاءالله ببخشید منو. منم دیگه از این حرفا نمیزنم. و اون اسباب بازی هم زور به من میدی؟ من اسباب بازی به تو نمیدم اکبر جان. اسباب بازی مال بچه های کوچولوه، نه مال بچه 15 ساله 16 ساله. این رفتار مال بچه های بعدی، یعنی مال بچه هایی که مدرسه نمیان. نمیگم اونا بدن، مدرسه نمیان، زیر دست معلم نیفتادن، آموزگار ندیدند و باید بهشون یادآوری بشه. بچه ها البته انسان هم آدم هم. اگر بهشون بگیم میفهمن، بهشون نگیم نمیفهمن. و البته ما هم سعی میکنیم که رفتار بدپزیش شما رو یکی بعد از دیگری بهتون بگیم. آقا حالا برو کنار، بزن از رجب چند سال بمونم. آقا رجب براقو بازم اون آقا جان ببین گوش بدید رجب جان. من اون دفعه آمدی تو به من گفتی که یعنی من دیگه فرصت نکردم از تو بپرسم. اما چه یه سوالی هم باز اکبر کرد، بذار سوال اکبرم جواب میدم، ناراحت بشو. شما برای من تعریف کن که هر کلمه ای که اولش، یعنی اونایی که پشت در شنیدی همه رو برای من میتونی تعریف کنی؟ تعریف کن. اگر نمیتونی که برو پی کاره پدر جان، من اینجا نمیتونم تو رو نگه دارم. آقا جان شما که اون دفعه از من پرسیدی، آقا جان هر کلمه که اولش صدای آب در باهای با من، هر کلمه که آخرش صدای آب در یا وسط صدای آب در باهای بیمد، آقا جان اون وقت هر کلمه که اولش صدای ببدن وسطش صدای ببدن با به کوچک، آقا جان هر کلمه هم که آخرش صدای ببدن با به بزرگ است. آقا جان اجازه بده، آقا جان هر کلمه که اولش صدای آ بده من آر بنویسم، آقا جان با این خود خط خود شما میخوام بنویسم با آی با مد. آقا که خدا اینجا آی مد رو چسبونده و اینه ولش کن اونجا رو اون نقاش خواسته یه چیز قشنگتری داره بیاره به اصطلاح بلش کن شیرین کاری خواسته بکنه. هر کلمه که وسطش صدای آبده آخرش صدای آبده با آی بیمد، بعد اولش صدای ببده با بای کوچکه با بای کوچکه، آخرش صدای ببده با بای بزرگه، یعنی بای کوچک. آقا جان هم اول کلمه میاد هم وسط کلمه میاد، اما این هم فقط آخر کلمه میاد. من دیگه چیزی بلد نیستم. ببین بچه جان تو میتونی یک بابا بنویسی؟